همزمان با ادامه اعتراض ها به سوزاندن مازوت در نیروگاه های کشور وضعیت هوا در تهران، کرج، اهواز و شهرهای صنعتی قرمز و نارنجی اعلام شد. سازمان هواشناسی فاسد کشور با صدور هشدار آلودگی سطح نارنجی از افسایش غلظت آلاینده ها از روز جمعه تا یکشنبه شنبه 9 تا 11 دی و کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج خبر داد. این سازمان کیفیت وضع هوا در این شهرها را در حد ناسالم برای تمام گروهها و بسیار ناسالم در مناطق پرتردد پیش بینی کرد. از سوی دیگر صادق زیاییان بیلیاقت رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام کرد در پنج روز آینده کیفیت هوا در شهرهای صنعتی کرج، تهران، اصفهان، عراک و تبریز کاهش و قلزت آلاینده های جوی افسایش خواهد یافت. هوای برخی دیگر از شهرها از جمله اهواز و سوسنگرد نیز ناسالم اعلام شده است. همراه با افزایش آلودگی هوا در شهرهای ایران مصرف مازوت در نیروگاه ها ادامه دارد. در همین حال کمیته پژوهش و فناوری مدیریت کیفیت هوا در اصفهان خواستار توقف مصرف مازوت به عنوان سوخت شد. در اطلاعیه این کمیته تاکید شده که میزان گوگرد مازوت مورد استفاده در نیروگاه محمد منتظری اصفهان شش و قلزت دیوکسید گوگرد خروجی از آن نیز هشت برابر بیشتر از استاندارد اروپا است. در چند سال اخیر به دلیل کمبود گاز نیروگاه های ایران در پاییز و زمستان مازوت مصرف می کنند. فریدون عباسی بی سواد عضو کمیسیون انرژی مجلس میمون نیز سال گذشته گفته بود اگر مازوت مصرف نکنیم 25 درصد کشور در خاموشی فرو می روند. خاندان خامنه ای گرفتار شدند. اینجا ایران است که قیامت شده. هدف بعدی تسخیر اماکن مهم دولتی. وزارت امور خارجه اسرائیل با صدور بیانیه‌ای صدور حکم قصاص برای مهدی بهمن نویسنده و نگارگر در ایران را محکوم کرد و خواستار حمایت جهانیان از او شد. بهمن به دلیل مصاحبه با رسانه های اسرائیلی در روزهای گذشته به قصاص محکوم شده است. روز جمعه وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای به حکم قصاص مهدی بهمن واکنش نشان داد و اعلام کرد، در ایران می توانند شما را به خاطر زن بودن، دانشجو بودن، کودک بودن و حتی دگرباش بودن قصاص کنند. در این بیانیه آمده است، مهدی بهمن، نویسنده ایرانی نیز که مدافع گفتگوی ادیان بود، تنها به دلیل اینکه با یک خبرگزاری اسرائیلی مصاحبه کرده به قصاص محکوم شده است وزارت امور خارجه اسرائیل همچنین این اقدام جمهوری دجال اسلامی را محکوم کرد و نوشت نباید مهدی بهمنی را تنها بگذاریم و باید این خبر را پخش کنیم از سوی دیگر بیش از 20 رسانه اسرائیلی هم با شگفت زدگی خبر قصاص این شهروند ایرانی را به دلیل مصاحبه منعکس کردند. مهدی بهمن به دلیل ابراز تأسف از دشمنی جمهوری فاسد اسلامی با اسرائیل در گفتگو با شبکه تلویزیونی این کشور به جاسوسی متهم شده است. بر اساس گزارش ها، نیروهای حکومتی شامگاه 19 مهر به منزل این نویسنده یورش برده و او را با خشونت بازداشت کردند. این نویسنده و نگارگر از زمان بازداشت تا کنون در بند امنیتی 209 زندان اوین که تحت نظارت وزارت فاسد اطلاعات است نگهداری می شود. امروز در حالی دادگاه مهدی بهمن در تهران برگزار شد که همچون دیگر معترضان او نیز در این مدت از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بود است. او نویسنده مجموعه داستان سرمای استخانسوز است که به دلیل سانسور سال 2019 از سوی نشر روناک در آمستردام منتشر شد. مهدی بهمن تاکنون دو بار با شبکه 13 اسرائیل مصاحبه کرده بود. اقدامی که به گفته نزدیکانش از دغدغه‌مندی و فعالیت‌هایش در حوزه همزیستی مسالمت آمیز ادیان نشأت گرفته بود حال حکومت دجال جمهوری اسلامی و در رأس آن خامنهای ای بیشرف از مصاحبه این نویسنده با یک شبکه اسرائیلی به عنوان گرفتاری یاد می کند. اما آقایان دچار گرفتاری بزرگتری شدند زیرا مردم قیامت کردند و خیابانهای تهران را در تسخیر خود درآوردند. امروز مردم ایران اکثر خیابانهای اصلی شهر تهران را در تسخیر خود دارند و هدف بعدی آنها تسخیر اماکن مهم دولتی است به زودی فراخانهایی در این زمینه منتشر خواهد شد این نویسنده در سالهای اخیر همچنین همراه با عبدالحمید معصومی تهرانی روحانی منتقد جمهوری فاسد اسلامی فعالیتهای مشترکی در راستای گفتگوی ادیان انجام داده است. علاوه بر مهدی بهمن، عبدالحمید معصومی تهرانی هم از روز 24 مهر بازداشت شده است. از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری زحاک صفت اسلامی تا کنون، حدود 20 هزار نفر در جریان اعتراضات ایران بازداشت شدند. در میان بازداشتی ها اقشار مختلفی چون روزنامه نگار، وکیل، استاد، دانشجو، دانش آموز، شخصیت های دینی، نویسنده و هنرمند وجود دارد. از سوی دیگر، بنابر گزارش سازمان حقوق بشری، دست کم یک تن از بازداشتی ها با اتهام محاربه و فساد فلعرز در معرض صدور یا اجرای حکم قصاص قرار دارند. پدر سارینا ساعدی، نوجوان پانزده ساله که در جریان اعتراضات سنندج جان خود را از دست داد در یک پست اینستاگرامی روایتی از پخش فیلم اعتراف اجباری خود و پیشنهاد نهادهای حکومتی برای پرداخت پول در ازای خون دخترش منتشر کرد. هاشم ساعدی با انتشار عکسی از مزار دخترش نوشت برخلاف اینکه فرماندار فاسد سنندج در فیلم مصاحبه گفته بود فوت سارینا بر اثر مصرف مواد مخدر بوده اما در گواهی فوت او علت فوت نامعلوم درد شده است.